سلام بینندگان گرامی، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرها. استفاده از هوش مصنوعی نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی را در ایالات متحده افزایش داده است. مسجد جامع آیا صوفیه طی 4 سال 25 میلیون بازدید کننده داشته است. و اعتراض پناهجویان به سرگردانی چندین ساله در اندونزی. وقت شما بخیر. در حالی که رونق اخیر در هوش مصنوعی باعث هیجان و نگرانی همزمان شده، تحقیقات در مورد جمع‌آوری داده‌ها توسط شرکت‌های هوش مصنوعی در حال انجام است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. اگرچه فناوری‌های هوش مصنوعی که به سرعت در حال توسعه هستند، ظاهراً زندگی ما را آسان‌تر می‌کنند، اما کاربران ابزارهای هوش مصنوعی بیشتر نگران حریم خصوصی داده‌ها هستند که فناوری جدیدی جایگزین آنها در محل کار می‌شود. استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی زندگی کاری و اجتماعی ما را شکل می‌دهد و نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی را به همراه دارد. در حالی که سایر نگرانی‌ها در مورد از دست دادن شغل به دلیل جایگزینی نیروی انسانی توسط هوش مصنوعی در حال افزایش است، تأثیر ابزارهای هوش مصنوعی بر حریم خصوصی شخصی به موضوع داغ تبدیل شده است. یک نظرسنجی توسط شرکت مشاوره KPMG نشان داد که حدود 1000 آمریکایی تحصیل کرده دانشگاهی معتقدند مزایای فناوری هوش مصنوعی نسبت به خطرات ناشی از استفاده آن بیشتر است. حدود 42% از پاسخ دهندگان سوال گفتند که ابزارهای هوش مصنوعی مولد به طور قابل توجهی بر زندگی شخصی آنها تأثیر گذاشته، در حالی که 58% باقی مانده اظهار داشتند که چنین برنامه هایی زندگی حرفه‌ای آنها را شکل داده است و 51% از پاسخ دهندگان هیجان قابل توجهی را نسبت به هوش مصنوعی مولد ابراز کردند. بیش از نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی KPMG بر این باورند که ابزارهای هوش مصنوعی مولد طیف گسترده‌ای از مسائل را از سلامت فیزیکی گرفته تا امنیت سایبری، از توصیه‌های شخصی گرفته تا آموزش بهبود می‌بخشد. با این حال پاسخ دهندگان نگرانی‌هایی درباره اخبار و محتوای جعلی، کلاهبرداری‌های هوش مصنوعی، حریم خصوصی داده‌ها، اطلاعات نادرست و امنیت سایبری ناشی از افزایش استفاده از هوش مصنوعی مطرح کردند. از میان پاسخ دهندگان 51% نگرانی‌های خود را در مورد از دست دادن شغل به دلیل جایگزینی نیروی انسانی هوش مصنوعی ابراز کردند. گفتنی است که دولت بایدن در 30 اکتبر 2023 فرمان اجرایی در مورد توسعه و استفاده ایمن و قابل اعتماد از هوش مصنوعی را صادر کرد. این دستور که برای محافظت از آمریکایی‌هایی در برابر خطرات احتمالی ابزارهای هوش مصنوعی صادر شد، شرکت‌های توسعه دهنده فناوری‌های هوش مصنوعی را ملزم کرد که نتایج تست‌های امنیتی و سایر اطلاعات را با دولت ایالات متحده به اشتراک بگذارند. علاوه بر این، قوانین جدیدی برای محافظت از افراد در برابر کلاهبرداری از محتوای ساخته شده توسط هوش مصنوعی با اجرای تایید معرفی شد. در همین حال کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده سال گذشته تحقیقات گسترده ای را در مورد OpenAI سازنده ChatGPT به اتهام نقض قوانین حمایت از مصرف کننده آغاز کرد. کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد سرمایه گذاری ها و مشارکت های هوش مصنوعی مولد آلفابت، آمازون، آنتروپیک، مایکروسافت و OpenAI در ژانویه آغاز کرد.
در آغاز ماه ژوئن اخبار منتشر شده در ایالات متحده نشان می‌دهد که وزارت دادگستری از سازنده طراحی NVIDIA به دلیل نقش آن در جنون هوش مصنوعی تحقیق خواهد کرد. از محمد حسین صفاکرم، مدرس و پژوهشگر هوش مصنوعی از تهران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای صفاکرم، سلام و عرض ادب. سلام، وقتتون بخیر. جناب صفاکرم، هوش مصنوعی چه مزایایی در آینده زندگی بشر دارد و آیا برخی اظهار نظرها و ببخشید برخی اظهار نگرانی ها در مورد مشکل آفرین بودن آن نسبت به زندگی برخی از افراد به واقعیت نزدیک است؟ بفرمایید. این که هوش مصنوعی داره با زندگی ما در واقع مخلوط میشه و قاطی میشه و جزئی از زندگی ما میشه، اینو اصلا نمیشه انکارش کرد، ولی این نگرانی هم که وجود داره واقعیت داره. حالا یه سری راهکار هست که میشه جلوی این نگرانی ها گرفت یا حداقل کمشون کرد تو سطح جامعه. بعضی از این راهکارها اینطوریه که ما بیایم یه سری قانون گذاری انجام بدیم و یه سری نظارت هوشمندانه داشته باشیم رو کل روند، یعنی بیایم یه سری استاندارد شفاف برای جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از داده‌هایی که داریم و با هوش مصنوعی مختلف ایجاد کنیم. دوم موردی که میتونیم براش یه راهکاری به عنوان یه راهکار معرفی کنیم اینه که آموزش و اطلاع رسانی عمومی داشته باشیم، یعنی که با برگزاری کمپین‌های آموزشی یا آموزش مهارت‌های دیجیتال و سواد رسانه‌ای به شهروندا بیایم این بستر رو فراهم کنیم که اونها اطلاع رسانی درباره حقوق خودشون توی فضای دیجیتال رو داشته باشن. و مورد بعدی اینه که همکاری دولت و بخش خصوصی باشه، مثلا بیاد شرکتایی که اصول اخلاقی تو هوش مصنوعی رعایت میکنن بیاد تشویقشون کنه، حمایت کنه از تحقیقاتی که مربوط به هوش مصنوعی قابل اعتماد هست و تشویق‌های مالیاتی و چیزهایی از این دست، و در نهایت توسعه فناوری‌های محافظ حریم خصوصی، یعنی بیاد از شرکت‌ها و فناوری‌هایی حمایت کنن که در روش رمزگذاری پیشرفته دارن و به این سادگی به قول معروف هک نمیشن و دسترسی اطلاعاتشون به این سادگی نیست. یه سری چیزای دیگه هم هست. مثلا جناب صفاکرم، یه مقداری از اون بفرمایید یه مقداری از اون نگرانی ها رو کم کنیم و در واقع از این تشدید نگرانی ها کم بشه. بله، ممنونم. با تشکر از محمد حسین صفاکرم، مدرس و پژوهشگر هوش مصنوعی از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شبکه CNN عربی کلیپ هایی از مراسم بزرگداشت عاشورای امام حسین علیه السلام و برپایی شعائر حسینی را به اشتراک گذاشت. این پایگاه خبری در ادامه گزارش تصویری خود با عنوان از ترکیه تا کویت و عراق و دیگر کشورها تصاویر شیعیان و مراسم بزرگداشت عاشورای حسینی را به تصویر کشید. به گزارش CNN، شیعیان از کویت، عراق، ترکیه، ایران و سایر کشورهای عربی و اسلامی برای بزرگداشت عاشورا صحنه‌های زیبایی را از عزاداری‌های خود رقم زدند. سریلانکا روز گذشته از مسلمانان این کشور به خاطر سوزاندن اجساد قربانیان کووید 19 عذرخواهی کرد. این کشور همچنین به خاطر نادیده گرفتن توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی مبنی بر مصون بودن روش دفن کردن اجساد به طریق اسلامی معذرت خواست. نمایندگان جامعه مسلمانان در سریلانکا از عذرخواهی حکومت سریلانکا استقبال کرده، اما گفتند که مسلمانان همچنان از تأثیرات منفی تصمیم قبلی حکومت ناراحت و متأثر هستند. و خبری از هندوستان. مسجدی با قدمت چند صد ساله در روستای چیلکور، منطقه رنگاردی تلانگانا، تخریب شد که خشم مردم منطقه را برانگیخت. گفتنی راننده لودری که منجر به تخریب مسجد شد دستگیر شده است. شنیده ذکر است هیئت وقف دولتی تلانگانا تلاش‌هایی را برای بازسازی مسجد آغاز کردند، از جمله حفر یک چاه و ساخت یک سوله موقت
که نمازگزاران بتوانند در آن نماز بخوانند. مقام های ایالت خیبر پختونخوای پاکستان اعلام کردند که شبه نظامیان یک مدرسه دخترانه را در منطقه میرعلی این ایالت آتش زدند. به گفته پلیس این حمله بامداد دوشنبه 1 مرداد زمانی رخ داده که مدرسه خالی بوده، لذا تلفاتی در پی نداشته است. همه تجهیزات این مدرسه از جمله کامپیوترها، کتابهای درسی و مدارک آموزشی سوختند. و ما خبری از افغانستان. منابع محلی در استان کنر در شرق افغانستان میگویند که انفجار یک گلوله خمپاره در این استان 1 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. گفته می شود در این انفجار 1 کودک کشته شده و 2 کودک دیگر و 1 زن زخمی شدند. به گفته یک منابع محلی، قربانیان همه اعضای یک خانواده هستند. انفجار زمانی به وقوع پیوسته که کودکان سرگرم بازی با سرگلوله بودند. بر اساس برآوردهای اولیه دیدبان اقلیمی اتحادیه اروپا، کوپرنیک که از سال 1940 میلادی تغییرات اقلیمی و دمای هوا در سراسر جهان را ثبت و بررسی می‌کند، یک شنبه 31 تیر گرم‌ترین روز ثبت شده در تاریخ بود. به گفته پژوهشگران کوپرنیک که همزمان با ورود توده‌های هوای گرم به ایالات متحده، سراسر اروپا و بخش‌هایی از روسیه، دمای متوسط هوای سطح زمین در این روز به 17 درجه سانتیگراد رسید. شن ذکر است رکورد قبلی گرمترین روز در یک سال میلادی 17.8% درجه سانتیگراد در ژوئیه سال گذشته ثبت شده بود. در همین راستا کارلو پونتمتپو، مدیر دیدبان اقلیمی اروپا، کوپرنیک گفت با توجه به تداوم حرکت امواج هوای گرم در بخش گسترده از نیمکره شمالی در روزهای آینده، ممکن است رکورد روز 31 تیر شکسته شود. آیا صوفیه از زمان بازگشایی خود در 24 ژوئیه 2020 به طور متوسط روزانه 50,000 بازدید کننده و تقریبا 6 تا 7 میلیون بازدید کننده در سال و 25 میلیون بازدید کننده طی 4 سال اخیر داشته است؟ توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. مسجد جامع ایا صوفیه که یکی از جاذبه‌های اصلی گردشگران داخلی و بین‌المللی است، در 4 سالی که از بازگشایی آن برای عبادت می‌گذرد، پذیرای 25 میلیون بازدید کننده بوده است. ایا صوفیه که در ابتدا به مدت 916 سال تا زمان فتح استانبول به عنوان یک کلیسا مورد استفاده قرار می‌گرفت، در سال 1453 به مسجد تبدیل شد و در سال 1934 طبق یک فرمان دولتی به موزه تبدیل شد و به مدت 86 سال با این کاربری فعالیت داشت. در 10 ژوئیه 2020 پرونده قضایی تشکیل شده توسط انجمن خدمات بناهای تاریخی و محیط زیست به منظور ابطال مصوبه هیئت دولت مبنی بر تبدیل ایا صوفیه از مسجد به موزه تصمیم گیری شد. مجلس 10 شورای ایالتی به اتفاق آرا، تصمیم کابینه پیشین دولت ترکیه مورخ 24 نوامبر 1934 را که بر اساس آن این مسجد را به موزه تبدیل کرده بود، لغو کرد و بدین ترتیب راه برای عبادت در ایا صوفیه باز شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، فرمان بازگشایی ایا صوفیه برای عبادت در همان روز را امضا کرد. فرمان انتقال ایا صوفیه به سازمان دیانت و بازگشایی آن برای عبادت در روزنامه رسمی منتشر شد. مسجد جامع ایا صوفیه در 24 ژوئیه 2020 با برگزاری اولین نماز جمعه پس از 86 سال با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور برای عبادت بازگشایی شد. احمد اکتر اغلو معاون مفتی استانبول در این رابطه گفت که
ایاصوفیه یکی از مهمترین نمادهای فتح استانبول است. وی خاطر نشان کرد که این مرکز پس از قرنها خدمت به مسلمانان، پس از فتح استانبول و تبدیل شدن به موزه، سرانجام از 4 سال پیش برای عبادت بازگشایی شد. آکتور اغلو تأکید کرد که از زمان بازگشایی ایاصوفیه بسیار مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است و در ادامه افزود از زمان بازگشایی مسجد جامع ایاصوفیه در 24 جولای 2020 در 4 سال گذشته میزبان حدود 25 میلیون بازدید کننده بوده است و ما پیوسته پذیرای بازدید کنندگان داخلی و خارجی در مسجد ایاصوفیه هستیم. وی خاطر نشان کرد که مردم از اقصا نقاط کشور و از کشورهای مختلف جهان، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، به این مسجد می آیند. معاون مفتی استانبول در ادامه گفت مسجد ایاصوفیه یکی از مکانهای تاریخی مهمی است که توجه همگان را به خود جلب می کند. این مسجد بسته به فصل به طور متوسط روزانه حدود 50,000 بازدید کننده و سالانه حدود 6 تا 7 میلیون بازدید کننده دارد. آکتور اغلو همچنین با اشاره به اینکه در ایاصوفیه در کنار اوقات نماز روزانه فعالیت‌های مختلفی انجام می‌شود در ادامه افزود علاوه بر این در شب‌های مذهبی و جشن‌های فارغ التحصیلی برای قرآن آموزان با همکاری وزارت آموزش ملی برنامه‌های ویژه‌ای برپا می‌کنیم و سالی 2 جشن فارغ التحصیلی در ایاصوفیه برگزار می‌شود. آکتور اغلو خاطر نشان کرد که برخی از بازدید کنندگان از ایاصوفیه تمایل خود را برای گرویدن به اسلام ابراز می کنند و به طور متوسط روزانه 1 یا 2 نفر در مسجد مراسم تشییع و خاکسپاری اموات را انجام می دهند. وی با بیان اینکه این ستاد هم خدمات راهنمایی و هم خدمات پذیرایی را ارائه می کند گفت در اینجا 50 پرسنل به عنوان بخشی از معاونت امور دینی داریم که برخی از آنها وظیفه راهنمایی بازدید کنندگان در آداب صحیح مسجد و حفظ صف نماز در هنگام نماز را بر عهده دارند. وی گفت علاوه بر این ما راهنمایان مساجد داریم که راهنمایی های مذهبی ارائه می دهند و جنبه های فرهنگی و مذهبی اسلام و ایاصوفیه را برای گردشگران خارجی توضیح می دهند. جمعی از پناهجویان ساکن اندونزی در اعتراض به روند طولانی رسیدگی به پرونده‌شان مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در جاکارتا تجمع کردند. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می‌کنم. تجمع اعتراض مهاجران در اندونزی برای رسیدگی هرچه سریعتر سازمان ملل به امور آنها انجام شد. صدها پناهجوی اهل افغانستان و دیگر پناهجویان ساکن اندونزی در مقابل دفتر آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در جاکارتا تجمع کردند و از این نهاد خواستند تا اسکان مجدد آنها را تسریع بخشند. این معترضان در تجمع خود به قطع شدن کمک‌های مالیشان اعتراض کردند. آنها می‌گویند که در ماه‌های اخیر تنها افرادی که بیمار یا بسیار نیازمند بودند از کمک‌های سازمان ملل برخوردار می‌شدند. یکی از این مهاجران گفته است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پس از انجام توزیع نقدی ماه ژوئیه پیامی ارسال کرده که در آن آمده است به دلیل محدودیت‌های بودجه کمک‌های مالی در سال جاری ادامه نمی‌یابد. وی در ادامه افزود که بسیاری از پناهجویان در اندونزی بدون داشتن حقوق اولیه انسانی مثل اجاره کار یا تحصیل بیش از 10 سال بی سرنوشت رها شدند. پناهجویان معترض در تجمع مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بنرهای بزرگی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود خانواده‌های ما در خطر هستند، لطفاً همین الان اقدام کنید، و
آوارگان را مجدداً اسکان دهید و جانها را نجات دهید. در اعتراض مهاجران در اندونزی تعدادی از کودکان پناهجو به تجمع پیوستند و بنرهایی در دست داشتند. گفتنی است که اندونزی عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل نیست و دولت به پناهجویان اجازه کار یا دسترسی به مدارس یا بیمارستانهای دولتی را نمی دهد. این کشور توسط کشورهایی مانند مالزی، تایلند و استرالیا احاطه شده است که میزبان تعداد زیادی از پناهجویان و پناهندگان هستند. در دسامبر 2020 تقریباً 14,000 پناهجو از 50 کشور در اندونزی ثبت نام کردند که بیشتر آنها پناهجویان اهل افغانستان بودند. بسیاری از پناهجویان به عنوان نقطه پرش به اندونزی گریختند تا با قایق به استرالیا برسند. از سال 2013 دولت استرالیا مهاجران را که با کشتی هایی را که اغلب به سختی قابل دریا نوردی هستند به آبهای اندونزی بازگردانده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. استفاده از هوش مصنوعی نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی را در ایالات متحده افزایش داده است. مسجد جامع آیا صوفیه طی 4 سال 25 میلیون بازدیدکننده داشته است. و اعتراض پناهجویان به سرگردانی چندین ساله در اندونزی. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایا رو نگهدارتون.